السلام علیکم تماشابینان محترم، با امید تنزیاتی و خانه آبادی شما برنامه نوبتی کاشانه تقدیمتان میگردد. ما خیلی خرسند هستیم که اشتراکچیان ما روز از روز زیاد شده استاده است و برنامه امروزه ما استثنانی. کدبانوی خوش سلیقه اشتراکچی برنامه امروزه ما منیژه بانو. منیژه خوش آمدید به برنامه ما. بگویید که شما امروز خاطر مخلصان ما را با کدام نمود طعام شاد کردنی هستید؟ من برای مخلصان میخواهم نشان دهم طرز تیار کردن زپیکانکا را از گوشت قیمه. البته طرز تیار کردن نمودهای گوناگون زپیکانکا است. از فلا تیار میکنن، از کدو تیار میکنن، درنی؟ زپیکانکا که من امروز تیار میکنم در اساسش هست گوشت قیمه، پیاز، پامیدور، قلمفور بلغاری و کارتوشکا. و کمی به فکرم کبوتی هم لازم است. کبوتی برای آرایش دادن. ما روی میز باز پنیر روغن و ارزان میبینیم. اینها برای چی باشد؟ بغیر از پیکانکا من میخواهم با یک نمود خوریش عربی تیار کنم. یعنی خوریش عربی تیار کنم؟ بله. خیلی خوب، ما از این خیلی خرسند هستیم که در یک برنامه شما هم طعام تیار میکنید و هم خوریش. بله. بینندگان گرامی، آماده تماشای برنامه ما باشید. با کار شروع میکنیم؟ بله. منیژه جان، بله. مرحمت، از چی سر میکنیم؟ از پیاز. پیاز رو ریزه میکنیم؟ ریزه میکنیم، بله. من چی کار کنم؟ من به شما یاری دهم؟ شما می توانید قلمفور بلغاری را دراز دراز ریزه کنید. بید نباشد. بو آنها همین طرزه؟ بله. تونوب تونوب ریزه کردن در طرزه همین؟ بله. پیاز را باشد من با طرزی مخرری ریزه می کنم. منیژه جان، من قلمفور بلغاری را ریزه کرده استادم و ما شما بوی بهار آمد. باور میکنید منیژه جان؟ وقتی که شما پیاز رو ریزه میکنید چی رو حس میکنید؟ آبی دیده رو حس میکنم فقط. آبی دیده رو حس میکنم؟ بله. پیاز همی خیلی در یک چیزی هست که تند است و هر دفعه که باز یک بار دیگر تکرار میکنم منیژه بانو، پیش از پیاز رو ریزه کردن ما باید حتما با آب خون. برای چی کار کردن لازم؟ با آب خنک تر کرده لازم. ما تر کردیم ولیکن این بسیار تند بوده است. بله. برنامه ما رو تماشا میکنید؟ بله. آموخته دیگه اون چیز رو از همین برنامه؟ بله بله. انا کدبانو خو احمدی شکل بریدن قلمفور بلغاری باید انا میخواد باشد دراز بریدن منیژه بانو؟ بله. یکون مثلا در وقت پختن در خانه یکون حادثه بود که تو بود در خاطرتون نقش بسته است، یکون چرا شاید پختن نتونسته باشد، شاید یکون چرا در وقت پختن شور کردید یا سوزاندید، بودن همی خیلی خوبه؟ بله، یکم بار من آش تیار کرده بودم. آش پلاخ؟ بله. آش تیار کرده بودم و پیازش رو سوزاندم. با دویم باره که مادرم این رو نبیند، دویم باره پیاز ریزه کرده با انداختم. بعد مادرم که آخرش دید که برنجم سیاه شد. روغن که سیاه میبیند؟ بله. مادرم این رو فهمیده، هیچ گپ نگفته، فهموندن درست کردنی آش رو. بله. وقتی که پیاز رو میسیزونی سیب سیاه میشود. بله. ولیکن هست آشپز هایی که مخصوص پیاز رو همیشه سرخ میکنن، ولیکن شما گفتید که سوزونده. بله، در وقتی سوزوندن پیاز خواهناخو باید ما روغن رو هم ایواز کنیم. پامیدور رو چگونه ریزه کردن دارد؟ اول باید پامیدور رو از پوستش جدا کنیم. منیژه جون، برای پوستش رو تیز جدا کردن ما باید حتما اون رو آبی جوش آبی بله و بولش آبی جوش دید. بله. اینجا
طرزی بریدن پامیدار عادی است چون که ما با پیاز و بلغاری بریان میکنیم. وامی طرز بریدن. که ما برای زیربک میکنیم. من با تیار کردن زیربک شروع میکنم. بله. ما این زیربک رو با روغن مسکه تیار میکنیم. با ما تخمین 100 گرم مسکه لازم میشود. علاقه دیگر مسکه؟ بله. روغن تیز آب میشود؟ بله. جوز باید سرخ باشد؟ بله. یک کم سرخ باشد. تیلوران میشه؟ بله تیلوران. بونه سوزانه؟ نه نه. باشه چخیل سوزانده بودی پیوزش؟ نه. کشش میکنم که نسوزانم. اناکنون با زیربک ما پامیدارو همراه میکنیم. کنون نوبتی بلغاری، قلنفوری بلغاری باز. این رو هم بیریان میکنیم؟ بله، زیرباک میکنیم. یک کمی تف میدهیم. انا کنون ما گوشت قیمه رو تیار میکنیم. او گوشت قیمه خودش تیار کو. پیاز لازم از تراشک گذروندن. از دندانچه های مایده کلون؟ پیاز رو از دندانچه های کلونی تراشک میگذرونیم. شما نباشد همین تراشک از تراشک گذرونید. من نباشد کارتوشک رو ریزه کنم؟ میتوانید گردک ریزه کردن. گردک؟ هنین خیلی میشه؟ بله. حجمه همین خیلی باشد اونه؟ بله بله. از اینم غستر میشد. از اینم غستر؟ بله. یعنی من آنه این خیلی درست. بله. چونکه این رو ما بریان میکنیم ها؟ بله. نیم بریان میکنیم. نیم بریان میکنیم. بله. چونکه ما باز این رو در تفدان میپزیم. بله. برای سر آب شدن زیربک یک کمی آب جوشیده همراه میکنیم. بله. گشت رو خالی کرده با پیاز. از پیازی که ما از تراشک گذراندیم اون رو همراه میکنم. بله. هم مشکل آمیخته میکنم. اینجا دو دانه پیاز رو ما استفاده بردیم؟ بله بله فقط دو دانه بس. با گشت مواد خوشبوی کننده همراه میکنیم؟ بله. اول نمک رو. مرحمت نمک. کمی نمک.
زیره. بعد از اون زیره. زیره رو من میخواد باید بودست. مایده مایده کرده. تو اینکه بویش برایت. بله. نمی سویش دادن در کور که بوی زیره برایت. بعد یک کمی مرچ. مرچ. او میختمی کنی روغنی رستنی رو میکنی؟ بله من اینجا هست بید بس؟ بس همینقه بس رحمت برای ملایم شدن هست سیز شیره شدن هست بله بله رزتش به نهایت خوب میشه میمونیم که دم گیرد گیرد بله اینجا کارتوشکا هست یا گور بینید اونجا دیگه جوشیده است و دستیانی مجبور آن اکنون کارتوشکا رو بیرون میکنیم ما پیشکین رو نمک کردیم نمک کردیم باره یک کمی نیم بیرون میکنیم کارتوشکا و بعد در تفدان پوره میپزیم یعنی نیم تیار بله زیربکم تیار کارتوشکای موزی تیار میشون نکنون سر میکنیم با گشت قیما گشت رو غیلق میکنیم با بله همه این رو با بولوی زیربک میچینیم بله تف میدهیم یکم کمی ها؟ بله باید انا میخواید یخی باشد نه کلون و نه مایده چون این تاوم رو که استعمال میکنم شام یا نسفیروزی 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 بله برای چی شام هم که... تیار کرده میتوانیم که بفکرم این بسیار سبوک هست بقدر روغنی بسیار نداره از بس که این تاوم سر غیزو است برای من خوب میشود که این رو در نسفیروزی تیار کنیم بله با فکرم کارتوشکا تیار شد این رو بلاله میگیریم این کارتوشکا نیم تیار شد ولی نپخته است نپخته است بله بله چون که این رو ما در تفتون هم میپزیم میپزیم بله بله میچینیم گشت قیما رو بالای زیربک باید چینیم با. با یک ترتیب انا کنون دیگ رو میپوشیم تو اونی که کمی دم گیرد تو تیار شدن تاوم ما خوریش رو تیار میکنیم چی کار کردن در خوریش؟ کبوتی ها لازم است اینجا جعفری شیبید و پیاز کبوت لازم است باید هم خیلی مایده ریز کنیم بله منیجه جون بگید بله. که شما منم این طرزی تیار کردن خوریش عربی رو از کجا آموختید این چی خوریش است؟ این خوریش لبنانی است از اینترنت من آموختم بله اینجا بینید با ارزان تیار کرده استوده ایتا بله مردمی عرب بیشتر با نمودهای گوناگون ارزان و ها؟ بله باز با گندم بیشتر خوریش تیار میکنند بله من ریزه کرده ایده نکتو شکر میکنید من شکر کنم بودریم را چی بودریم اینجا پامیدور هم استفاده میبریم؟ بله یک دونه بس یک دونه پامیدور دو دونه بودرینگ بله دو دونه بودرینگ لیکن کبوتی زیاد بله.
در اینجا هم جعفری هم چی میگن؟ پیاز هست. شیبیت. شیبیت. پیاز. گشنیج. گشنیج. بعد اگر پودینه هم باشد پودینه هم بهترین. باز خوبتر میشه. باز خوبتر. پامیدور هم با همی ترزه. چورکونجه ریزه میگن. بله چورکونجه. کلونش رو گرم هم؟ بله همه همین کلونش. انا میخیل باشد. دیلاش رو جدا نمی کنیم؟ نه 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 با دیلاش هم؟ با دیلاش با خوشمزه می شود خوشتر می شود بله خوشتر نه اینطور خوب است بهتره باید مایده 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 بیر نباشد کرد رو عریش کنیم منم مرحمت بفکرم با این کرد مایده کردن آسانتر برای شما فکر بهتره بله تشکر آره دیدید؟ آسان‌تر شد کار شما برای ما اینجا مایونز چی لازم نیست نه نه خوریش تیار است؟ بله می توانیم استعمال کنیم؟ بله تمام دیدید بینندگان گرامی در یک فرصت خیلی کوتاه من روز به شما یک خوریشی عربی را تبوله اسمش تبوله بله 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 درست تبوله چه خیل نمودش خوشرو خوشخور می نمودن خوشخور بله اشتها آور بله تمام رنگ های زیبا همینجا هست بله خورش تیار تیار بله آفرین منیجر جان آفرین تشکر به فکر ما تاوم هم قریب که تاوم شد تیار شد اون رو ما باید به تفتان گذارم تفتان بله مرحمت اکنون کارتوشکا رو میچینیم کارتوشکا رو میچینیم کارتوشکا رو بله منیجر جان در یکی از برنامه ها ما طرز تیار کردنی یعنی همین زپیکان کارو نشان داده بودیم بلکه با جگر اگر دیده باشید امروز باشد ما زپیکان کارو با گوشت قیمه تیار کرده استودیم که طرز تیار کردن این طعم با کلی من دیگر است بله چون در اون طعم ما باز مایونز رو استفاده برده بودیم باز اگر خطا نکنم قیماق رو هم استفاده بردیم در اینجا باشد ما عموما سبوک کوراش هم سبوک کوراش هم سبوک استعمال کردنی بله. هم سبوک کارتوشکای نیم خام رو نیم خام بله. بله پنیر رو از تراشه گذروندم تماش رو بله این زیر پای تیار شد یک بار آمیخته میکنیم بعد از اون بالای کارتوشکا رو میریزیم بابا بابا لو کارتوشکا خالی میکنیم بله منم میخیم میچینیم بله با هم طرفاش برابر تقسیم میکنیم همین زیر بقا بله او باش رو هم استفاده میبریم بله چون که ما این رو برای چون که بله بله تو اینکه دم خورد انا میخیل با هم مجوش برابر تقسیم میکنم بله او باش رو او بزیر بخ رو بله انا کن بعد از 10-15 دقیقه تیار می شود. بعد از 15 دقیقه تیار می شود. بعد با از در بالایش پنیر رو می پوشیم.
بعد با 10 دقیقه دیگر میمونیم که پزر پور را پزر پور را پزر اکنون پنیر رو میگذاریم 15 دقیقه گذاشت اکنون ما باید با پنیر بله باز اون رو با 15 دقیقه با تخمیم میگذاریم یکی 10 دقیقه 10 دقیقه بله تو اینکه همین پنیر اوب شود دیدیم که پنیر اوب شد تمام تیار بله خب ناس. من اکنون آن را گذاشتم میکشم. کشیم پای. فرین. شاید تا آمی فکر میکنم پرهیزی کوتاه میتوانیم این را. همه چیز را مادر بخته یاد کردیم. تنها زیربکش رو بیرون کردیم. من فقط زیربکش. فرین. سلامت باشید. باور میکنید از این برنامه خودی منم سودی گرفتم هر دفعه که اگر کدوانو یک نمود تاومی نو رو تیار کنند این هم برای من درد رو نبیند در یک فرصت خیلی کوتاه امروز ما برای مخلصان هم یک نمود خورشی عربی را تیار کردیم و یک نمود تعامی را پیشکش کردیم که برای مخلصان در برنامه ما نبود سلامت باشید سلام. دستتان درد را نبیند همیشه با برنامه های ما بمانید و ما انتظار باز نمودهای گوناگون تعام های شما است حتما تشکر سلامت باشید بینندگان گرامی ما باوری کامل داریم که هفته آینده همه شما در نزد آینه میلیون نشسته آغاز برنامه ما را انتظار می شود خوش باشید